اینجا چیزی که خیلی اهمیت داره الیاف آبتا هستش. ببینید الیاف آبتا تو الیاف پالپی خودشون از همه بیشترین، حتی از آدلتا هم بیشتر، خودشون بین 6 تا 12 میکرومتر، میزانشون هم خیلی کمه، سرعت انتقالشون طبیعتا خیلی بالا چون قطرشون زیاد هستش. اینها در سایر بافتا عملکرد گیرنده های مکانیکی و پروپریوسپتیو رو داره. این ببینید این قسمتی که من دارم خدمتتون میگم توی کتاب نیستش، ولی برای اینکه بفهمید کار کرده اینا چیه، یکی از تئوری هایی که وجود داره که چرا دندون های در واقع اندوشده راحت تر میشکنن، به خاطر این هستش که ما وقتی درمان ریشه انجام میدیم، الیاف آبتا که الیاف پروپریوسپتیو هستند از بین میرن. ببینید من اگه سوزنجا باشه دستمو بزنم به سوزنه، ناخودآگاه دستمو میکشم، یا اگه سنگی بیاد طرف چشم من، ناخودآگاه چشمم رو میبندم. در پالپ الیاف بابتا، الیاف پروپریوسپتیو یا موقعیت سنج هستن. موقعی که من دارم یه غذایی رو میجوم، اگه یه هوی سنگ بیاد زیر دندون من، من ناخودآگاه دندونم رو باز میکنم. یا نگاه کنید، امتحان کنید، شما از یه حدی بیشتر نمیتونید دندونتون رو هم فشار بدید، ناخودآگاه دهانتون افکتو شل میکنه بر اساس همین رفلکس ها و همین فعال شدن این الیاف آبتا هستش. حالا این آبتا یا بخش خیلی مهمشون البته خب در پی دی ال وجود داره، اون بحث سرش نیست، ولی گفته میشه که این الیاف آبتا در داخل پالپ هم وجود دارن و به علت اینکه فشارهای ناشی از ماستیکیشن رو ممکنه بعد از این دو اینا خب چون وجود ندارن طبیعتا حس هم نمی‌کنه، بنابراین باعث میشه که در واقع دندون‌ها شکننده تر بشه. الیاف آبتا هم فقط موقعی هستن، یعنی در حالت عادی درد رو کد نمی‌کنن.